به نام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر به مجموعه خبری فارسی 5:30 امروز خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر مهم. برجسته خوانده شدن نقش شهید استاد ربانی در تحولات 4 دهه اخیر. آگاهان میگویند رهبر شهید جنگ را راه حل نمیدانست و همواره به مذاکره و گفتگو به هدف حل اختلافات تاکید میکرد. تأکید ریاست اجرایی بر بحث‌های جدی روی موافقتنامه صلح با جناح نظامی حزب اسلامی حکمتیار. عبدالله عبدالله میگوید موافقتنامه صلح با جناح نظامی حزب اسلامی حکمتیار مسئله ساده نیست و باید بحث‌های جدی در این باره صورت گیرد. و تجاوز خواندن حمله روز شنبه جت‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه. امروز دوشنبه 29 سنبله سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 19 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. من وسیم احمد ادیب هستم و این هم مشروع خبرها. شماری از آگاهان سیاسی نقش رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین ربانی را در تحولات 4 دهه اخیر ارزنده ارزیابی می کنند. با باور آنان استاد شهید به خوبی از سیاست های روز آگاهی داشت و راه حل بسیاری از مشکلات موجود در کشور را می دانست. آگاهان سیاسی می گویند که رهبر شهید جنگ را راه حل نمی دانست و همواره به مذاکره و گفتگو به هدف حل اختلافات تاکید می کرد. حفیظ الله سالنگی گزارش می دهد. از آگاهان سیاسی با تأکید بر اینکه شهید استاد ربانی جنگ را راه حل نمی دانست و همواره بر مذاکره در راه حل اختلافات تأکید می کرد می گویند که استاد شهید از زمان آغاز جهاد بر ضد رژیم کمونیستی همواره یک مرد صلح‌جو و عدالت طلب بود. آگاهان می گویند که استاد از جنگ و خونریزی نفرت داشت و راه حل مشکلات افغانستان را از طریق مسالمت‌آمیز خواستار بود. بودی نظری سیاسی استاد ربانی برای همه معلوم است و حتی برای در همین راه برای صلح، برای امنیت در افغانستان و برای وحدت و همبستگی مردم افغانستان حتی جان خود هم فدا کرد. تاریخ افغانستان شاهد است که اجزمامدار به شکل مسالمت‌آمیز از قدرت سیاسی افغانستان کنار نرفته است. اما استاد شهید به تاریخ افغانستان نوشت که قدرت را برای مردم می خواهد. رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان قدرت سیاسی را نه برای جنگ بل برای تأمین صلح می خواست. آگاهان سیاسی می گویند که استاد شهید با این کار نام خود را در صفحه تاریخ به عنوان رهبر صلح طلب به ثبت رساند. یعنی وقتی که قدرت انتقال داد، خون یک انسان در انتقال قدرت نریخت، بینی کسی خون نیامد. یعنی دمی شورای انتقالی، دمی لوی جرگه انتقالی، دنیا و نشرات و کل جا شاهد بود که استاد حامد کرزی با آغوش باز پذیرفت و با تبسم پذیرفت و هیچ حرفی نداشت. فقط میگو پیش ما مصلحت افغانستان مهم است، پیش ما وحدت ملی مهم است، پیش ما آرامش و ثبات کشور مهم است. استاد ربانی بعد از واگذاری قدرت سیاسی به شکل مسالمت‌آمیز برای تأمین صلح و ثبات در کشور تلاش کرد. آگاهان سیاسی از تلاش‌های صلح‌طلبانه استاد شهید در راه چگونگی تأمین صلح در افغانستان ستایش می‌کنند. استاد شهید خود قربانی صلح شد در افغانستان. بالاتر از این افتخار دیگر نمیشه که ما برای استاد بگیم که استاد چه نقش را داشت. نقش بزرگشی بود که تا راه رسیدن به صلح هر خود جان شیرینش قربانی اینمی مسئله کرد. شهید استاد برهان الدین ربانی در آخرین سخنرانیش در نشست کشورهای اسلامی در تهران جهان اسلام را به صلح و همدیگر پذیری فرا خواند و از سران کشورهای اسلامی خواست که علیه پدیده تروریسم و خشونت تلاش مشترک کنند.
امروز 29 سنباله برابر است با پنجمین سال روز شهادت رهبر جهاد مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین ربانی. با آنکه در 4 سال گذشته از این روز با مراسم رسمی بزرگداشت شده است، اما امسال از بهر اشتراک صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در نشست کشورهای جنبش عدم تعهد و چندین نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و همچنان اشتراک سرور دانش رئیس کمیسیون برگزاری سال روز شهادت استاد شهید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمعیت اسلامی افغانستان تصمیم گرفت از سال روز شهادت رهبر جهاد و مقاومت با چند روز تأخیر بزرگداشت شود. رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین ربانی شامگاه روز 29 سنبله سال 1390 خورشیدی به شهادت رسید. استاد شهید که به شدت برای تامین صلح در کشور تلاش میکرد، فردی را ملاقات کرد که ظاهرا پیام‌آور صلح بود، اما این فرد با خیانت به اعتماد شهید صلح کشور او را به شهادت رساند. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر خارجه در پیامی به همین مناسبت گفته است: شهید استاد برهان الدین ربانی در نیم قرن مبارزه و رهبری گنجینه بزرگ و با ارزشی از میراث معنوی و سیاسی به رهروان و یارانش به میراث گذاشته است. در ادامه این پیام آمده که طی 4 سال گذشته به مناسبت سالروز شهادت رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان در 29 سنبله محافل مختلف رسمی در مرکز و ولایات با حضور رهبری و مقام های دولت برگزار می شد و مردم نیز در جاهای مختلف برنامه های خودشان را برگزار می کردند. امسال با توجه به اینکه صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر امور خارجه در روزهای نزدیک به سالروز شهادت رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور در نشست رهبران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک اشتراک کرد و پس از آن همزمان با سالروز شهادت استاد در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در چند نشست مهم بین‌المللی پیرامون افغانستان اشتراک کرده است و از سوی هم سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که مسئولیت کمیسیون دولتی برگزاری همایش پنجمین سالروز شهادت استاد شهید را به عهده دارد، نیز در رأس هیئت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل اشتراک کرده است. رهبری جمعیت اسلامی افغانستان فیصله کرد تا مراسم رسمی گلگذاری بر آرامگاه رهبر شهید و همچنان همایش رسمی بزرگداشت از پنجمین سال روز شهادت با چند روز تأخیر برگزار شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید که با موافقت نامه صلح با جناح نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مخالف نیست. با گفته آقای عبدالله، موافقت نامه صلح با جناح نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مسئله ساده ای نیست و باید بحث‌های جدی در این باره صورت گیرد. عبدالله عبدالله میافزاید که برای تطبیق این موافقت نامه نیز باید کار اساسی صورت گیرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در جلسه شورای وزیران میگوید که با موافقتنامه صلح حکومت و جناح نظامی حزب اسلامی مخالف نیست، اما به گفته وی امضا شدن این موافقتنامه تمام مشکل را حل نمیکند. علی امیدوار هستیم که با نیت صادقانه همه ما این قدم بدانیم برای رسیدن به صلح سرتاسری. البته کل مشکل افغانستان با یک حل نمیشه، مشکلات باقی میمانه. هر کسی که به پروسه صلح پیوست، او باز شریک میشه باز در مقابل با کل همین مشکلاتی که در کشور وجود داره و در استفاده خوب از فرصت ها. باز او رای بعدی است که در پیش روی همه ما هست. آقای عبدالله میگوید که از آغاز در جریان گفتگوهای صلح با جناح نظامی حزب اسلامی بوده است و موافقتنامه صلح با این جناح را مخالف منافع کشور نمیداند. من چیزی را در اون موافقتنامه نمیبینم که خلاف منافع مردم افغانستان بوده باشه. این به مردم افغانستان اطمینان میتونم. با طرفی که آقای حکمتیار در رأس و نماینده هایشان در اینجا با مذاکره آمده بودن، بر از اونا اطمینان میتونم که از ابتدا نه به خاطر اینکه در گذشته چی مسائل واقع شده چی نشده در سالهای زمان دولت اسلامی یا به خاطر کدام مسائل دیگه، هیچ نوع ضدیت با اصل مسئله و رسیدن به صلح وجود نداشت. با باور آقای عبدالله، موافقتنامه صلح با جناح حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مسئله ساده ای نیست و برای رسیدن به نتایج مطلوب یک سلسله بحث های مهم باید مطرح شود. وقتی که طور یک مسئله بزرگ ملی است، طبعا ایجاب بحث میکنه، ایجاب مشوره را میکنه، تا وقتی که یک خبر اعلان میشه، تا یک یک خبر متنازفی باشه و یک خبر باشه که خوش شوه مردم افغانستان، تا یک خبر باشه که در قبال از او دیگر
مسائل دیگه شکل بگیره، مردم خوش شوند. هرچند تا کنون جزئیات نهایی پیشنویس موافقتنامه صلح حکومت با جناح نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار افشا نشده است، اما گفته می شود که بیرون کردن این جناح از فهرست سیاه سازمان ملل و آمریکا و رهایی تمامی زندانیان این جناح نظامی از خواستهای عمده بوده است. 8 مامور پلیس در پی عملیات هوایی نظامیان آمریکایی در ولایت اروزگان به شهادت رسیدند. مسئولان امنیتی در اروزگان میگویند که این عملیات دیروز در مربوطات شهر ترینکوت انجام شد و در آن یک پاسگاه پلیس هدف قرار گرفت. فرمانده پلیس در اروزگان تاکید کرده است که عاملان این حمله باید شناسایی و مجازات شوند. مسئولان امنیتی در اروزگان میگویند که عصر روز دوشنبه نیروهای خارجی در مسیر کندهار ترینکوت بر یک پاسگاه پلیس حمله هوایی کردند که در نتیجه 8 پلیس به شهادت رسیدند. سربازان پلیسی که شهید شدند مسئولیت تامین امنیت شهرهای کندهار ترینکوت را به دوش داشتند. رحیم الله خان فرمانده پلیس محافظت شهرهای اروزگان به رسانه‌ها گفته است که این حمله هوایی بالای یک پاسگاه پلیس در شهرهای کندهار ترینکوت در منطقه ساگی انجام شده است. این مسئول پلیس تاکید کرده است که عامل این حمله هوایی باید مجازات شود. او از رئیس جمهور غنی خواسته است که این موضوع را پیگیری کند. با گفته رحیم الله خان ابتدا یک مامور در اثر حمله هوایی نیروهای بین المللی شهید شد و زمانی که دیگر ماموران مشغول انتقال جسد او بودند حمله دومی صورت گرفت که 7 پلیس دیگر را به شهادت رساند. او گفته است که موضع طالبان در حدود 800 متری این پاسگاه موقعیت داشت، اما نمیدانم که حمله هوایی چرا پلیس ما را هدف قرار داده است. در همین حال سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در کابل حمله هوایی در اروزگان را تایید کرده، اما گفته است که نیروهای آنان دیروز در شهر ترینکوت زمانی گروهی از مهاجمان مسلح را هدف حمله هوایی قرار دادند که این گروه بالای نظامیان افغانستان حمله ور شده بودند. شماره از آگاهان سیاسی با غیر عملی خواندن تطبیق نظام تک کرسی حوزه های انتخاباتی میگویند که برگزاری انتخابات به شیوه تک کرسی به سود کشور نیست. آگاهان میگویند که برگزاری انتخابات به شیوه تک کرسی به دلیل روشن نبودن آمار دقیق نفوس کشور زمینه تقلب در انتخابات را مساعد میکند. در این حال شماره از اعضای مجلس نمایندگان نیز با تاکید به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی سیستم تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی را به سود کشور نمی‌دانند. شکرالله عادل گزارش دارد. طرح تک کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی سر و صداهایی را در محافل سیاسی بالا کرده است. معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که رئیس جمهور غنی با امضای فرمان جدید تقنینی به کمیسیون انتخابات صلاحیت داده است که در پیوند به تک کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی تصمیم بگیرد. شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که با اجرای شدن نظام تک کرسی حوزه‌های انتخاباتی زمینه تقلب در انتخابات بیشتر فراهم خواهد شد. مسئله حوزه های تک کرسی که طرفدارانش در داخل حکومت زیاد است سبب خواهد شد تا یک نمایندگی عادلانه صورت نگیرد، دوم حوزه های تک کرسی باید بر مبنای سرشماری و نفوس باشد که چنین سرشماری نفوس در افغانستان نشده. آگاهان همچنان میگویند که اجرای شدن نظام تک کرسی حوزه های انتخاباتی اختلافات قومی را بیشتر خواهد کرد. این یک کار بسیار نادرست است که حکومت اصرار داره به این. ما حوزه های تک کرسی می داشتیم در صورت که ما سرشماری می داشتیم و این سرشماری دقیق می بود، اختلافات قومی و منطقوی وجود نمی داشت و حوزه اگر بر اساس ارگان های محلی مانند ولسوالی ها می بود کار آسان تر می بود. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از عملکرد حکومت در راستای تأخیر در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی عملی شدن نظام تک کرسی را به سود کشور نمی دانند و به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی تاکید می کنند. در حقیقت یک چیز خوب است، منتها شرایط فعلی افغانستان اجازه ای کار را برای تطبیقش نمی دهد. این زمانی 5 ساله کار دارد تا تطبیق شود، لذا اگر چنین باشه رئیس جمهور و رئیس اجرائیه گویا توافق کرده که انتخابات را به 5 سال دیگه به تاخیر بندازد. آگاهان میگویند که با جنجالی شدن این مسئله حکومت با محول کردن مسئله تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی به جانب کمیسیون انتخابات از زیر بار انتقاد مردم گریز میکند. دیده شود که کمیسیون انتخابات سیستم تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی را تایید خواهد کرد.
مجلس نمایندگان وزیران مالیه و اقتصاد را در پیوند با آمادگی های حکومت برای اشتراک در نشست بروکسل به نشست عمومی روز دوشنبه این مجلس فراخواند. شماری از اعضای مجلس از حکومت انتقاد می کنند که در راستای از میان برداشتن فساد اداری گام عملی بر نداشته است. وزیر مالیه می گوید که آمادگی های لازم برای اشتراک در نشست بروکسل گرفته شده است و حکومت طرح 5 ساله را برای اشتراک در این نشست آماده کرده است. در این حال وزیر اقتصاد با تاکید بر آمادگی های حکومت برای اشتراک در نشست بروکسل بر شفافیت در مصرف کمک های خارجی تاکید می کند. وثیق الله عظیمی با شرح بیشتر این خبر. کمتر از دو هفته به برگزاری نشست بروکسل باقی مانده است، نشستی که در آن جامعه جهانی چگونگی ادامه کمک هایش به افغانستان را اعلام می کند. به همین هدف مجلس نمایندگان وزیران مالیه و اقتصاد را جهت پاسخگویی به پرسش نمایندگان به نشست عمومی روز دوشنبه این مجلس فراخواند. گراف فساد به مراتب بیشتر شده و بالا رفته، نه تنها پایین نیامده. مثلا ما از باب نمونه معلومات را که در یک جدول دارم، در سال 2006 فساد در بندرها 39% بوده و در سال 2015 61% 61.6%. بنابراین هر گونه گزارش دروغ و غلط به نمایندگان ملت از تریبون ملت به نظر من نقض قانون اساسی، تمسخر ما و توهین به ما. در تمام اسنادی که اینا ارائه کردن متاسفانه آمار و ارقام غلط است. در طول 10 سال ما این اسناد شنیدیم. وزیر مالیه با تاکید بر آمادگی حکومت برای اشتراک در نشست بروکسل میگوید که حکومت با یک طرح 5 ساله در بخش توسعه شهری، توانمندسازی زنان، برنامه میثاق شهروند و چگونگی مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر به نشست بروکسل میرود. یک چارچوب انکشافی برای 5 سال آینده است که ما چطور کار خلق میکنیم، چطور سر زیربنای خود سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه گذاری خارجی رو چطور جذب میکنیم، برای سکتور خصوصی شرایط چطور آماده میکنیم و سر منابع طبیعی خود چی کار میکنیم، سر زراعت چی کار انجام صورت میگیره، در موضوعات اقتصادی و حکومتداری خوب و در سکتور مالی و اصلاحاتی که ما وعده کردیم که کلش نهایتا منجر به این میشه که این کارا چطور ما را آرام آرام به طرف خودکفایی میبره. وزیر مالی همچنان میگوید که در آشه این نشست 3 نشست دیگر در مورد زنان، امنیت و چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح برگزار خواهد شد. همچنان یک ضیافت از طرف شب به میزبانی خود وزیر خارجه اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده که در اونجا سر پروسه صلح صحبت میشه و تمام وزرای خارجه کشورهای منطقوی که به شکل دهی موضوع یا دلچسپی دارن یا زی دخل هستن اینا اشتراک میکنن. در امین الوزیر اقتصاد با تاکید بر شفافیت در مصرف کمک های کشورهای کمک دهنده به افغانستان میگوید که ادامه تعهدات جامعه جهانی به افغانستان میزان رشد اقتصادی در کشور را تضمین خواهد کرد. در این سند تعهدی که افغانستان به جامعه بین المللی کرده، افزایش رشد اقتصادی افغانستان از 0.9% در سال 2015 به 6% در سال 2020 باید برسد. افزایش تولید ناخالص کشور از 19 میلیارد دلار در سال 2015 به تقریبا 26 میلیارد در سال 2020 باید برسد. نمایندگان 75 کشور جهان و 30 نهاد بین المللی در نشست بروکسل اشتراک می کنند. دیده شبکه حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل می تواند قناعت جامعه جهانی را در راستای ادامه کمک ها به افغانستان را فراهم کند. مسئولان وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان از افزایش مهاجران عودت کننده به کشور خبر می دهند و می گویند که این وزارت طرح اسکان مجدد برای مهاجران را آغاز کرده است. مسئولان این وزارت می گویند که در حال حاضر روزانه حدود 6000 مهاجر از پاکستان و ایران برگشت می کنند. از سوی هم شماری از اعضای مجلس نمایندگان حکومت را به کمکاری متهم می کنند که در بیش از یک دهه پسین در زمینه برگشت مهاجران به کشور کوتاهی کرده است. حفیظ الله سالنگی به این موضوع هم پرداخت. افغانستان کشوری است که بعد از سوریه بیشترین مهاجر را در جهان دارد. همکنون بیش از 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای بیرونی مهاجر هستند. از این میان نزدیک به 4 میلیون تن آنان در پاکستان و ایران زندگی می کنند. ما فعلا 7.2 میلیون مهاجر در بیرون از کشور داریم
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با بی سابقه خواندن برگشت مهاجران به افغانستان میگوید که در حال حاضر روزانه 6000 مهاجر از پاکستان و ایران به کشور بازگشت میکنند. روزانه در حدود 6000 نفر ما فعلا عودت کننده داریم از ایران و از پاکستان. رئیس جمهور همواره گفته است که بدون برگشت مهاجران پیکر مردم افغانستان تکمیل نیست و رسیدگی به مشکلات مهاجران از اولویت‌های کاری حکومت می باشد. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان سران حکومت وحدت ملی را متهم می کنند که در کار رسیدگی به مشکلات مهاجران کم توجهی می کنند. رهبرای بی‌کفایت ما نتانست که عمق کنن کمی جاری را که 10 سال 14 سال زده می شد برای مردم که می گفت اطمینان می دادن که بیاین به وطنتان برگردین براتان مثلا شرایط میام میشه که زندگی کنین. متاسفانه او را اصلا 1% به نظر ما پورا کرده نتانستن. در حال وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از برگشت بی سابقه مهاجران از کشورهای همسایه نگرانی می کند که پیش از این نیز نماینده سازمان ملل متحد گفته بود که دوام شرایط کنونی در افغانستان تا پایان سال روان میلادی شمار بجا شدگان داخلی را به 1 میلیون تن خواهد رساند. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که 94% گردانندگان رسانه های اجتماعی دست به خود سانسوری میزنند. مسئولان اداره نی میگویند که تنها 6% گردانندگان رسانه های اجتماعی گفتند که بدون سانسور مطلب نشر میکنند. اداره نی از حکومت میخواهد که کاربران رسانه های اجتماعی را اجازه دهند تا کارکردهای حکومت را به گونه سالم نقد کنند. در گزارش از مونیک شاهین. باورها بر این است که کاربران صفحات اجتماعی هر آنچی را که بخواهند در صفحات رسمی خود می نویسند. به همین دلیل اکثر کاربران رسانه های اجتماعی دست به خود سانسوری می زنند. اداره نیا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفتگوی را با 900 تن از کاربران رسانه های اجتماعی در سراسر کشور انجام داده است. مسئولان اداره نیا می گویند که بیشتر مصاحبه شوندگان خبرنگاران یا روزنامه نگارانند. یافته های نهاد نیا نشان می دهد که از میان 900 تن از گفتگو شوندگان 94%شان گفتند که به دلایل مختلف دست به خود سانسوری میزنند. از این میان تنها 6% کاربران تاکید کردند که بدون سانسور مطلب نشر میکنند. کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند در این نظرخواهی 94% از اشتراک کنندگان در این نظرسنجی گفتند که به دلایل مختلف از انتقاد در رسانه‌های اجتماعی امتناع میکنند. تنها 6% اشتراک کنندگان گفتند که سانسور وجود ندارد. 6%. چند پیش گزارش های در رسانه ها به نشر رسید که مقام های بلندپایه حکومتی افراد را مش می دهند که در بخش های گوناگون موضع گیری کنند و به نفع آنان تبلیغ کنند. مسئولان اداره نی از حکومت می خواهند که از رسانه های اجتماعی استفاده استخباراتی نکنند و اجازه دهند که کاربران این صفحات برنامه های حکومت را به گونه سالم نقد کنند. سنای اجتماعی برخورد استخباراتی نداشته باشد، به همین دلیل که ده مست بگیر باشند، ماش بگیرند، ماهوار علیه کسانی و جریان ها و یا ادارات مشخص بنویسند، باز بعد اونا جواب بتنید، مبدل میشه رسانه‌های اجتماعی به یک جبهه جنگ میان اطراف قدرت. در حال اداره حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان یافته هایش در مورد خودسانسوری در رسانه های اجتماعی را به نشر می رساند که شماری از گردانندگان صفحات اجتماعی به دلیل نشر یک مطلب در فیسبوکش در شماری از ادارات حکومتی و غیر حکومتی تهدید، جریمه و یا از کار برکنار شده است. نماینده سوریه در سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی روز شنبه جت‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه هدف جز نابودی آتش‌بس شکننده در این کشور نداشتند. بشار جعفری در حاشیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد گفته است که هدف از این تجاوز این است که آتش‌بسی که روسیه و آمریکا بر سر آن توافق کردند به شکست بیانجامد. آقای جعفری این تهاجم را نقض حق حاکمیت سوریه دانسته و افزوده است که در حملات جنگنده‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا
73 سرباز سوریه کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. با گفته یه نماینده سوریه در سازمان ملل، این تهاجم را نمیتوان یک خطای فنی قلمداد کرد. بحران پناهجویان و جنگ در سوریه و عراق از سرفصل‌های مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که از روز دوشنبه با حضور سران کشورهای عضو برگزار می‌شود. پناهجویان سوری که در اردوگاه‌های مهاجران در کشورهای همسایه و یا اروپایی مستقر شده‌اند، این اجلاس را همانند اجلاس‌های دیگر بی‌فایده می‌دانند و امید به حل این بحران از طریق چنین مجامع ندارند. جنگ داخلی در سوریه موجب شده بیش از 5 میلیون تن از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه و اروپایی پناهنده شوند. بیش از 6 میلیون و 500 هزار نفر نیز مجبور شدند از شهرهای محل زندگی خود مهاجرت کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تنها در سال گذشته بیش از 65 میلیون تن در اثر جنگ مجبور به ترک محل زندگی خود در سراسر جهان شدند. پس از شمارش تقریبا تمام آرای انتخابات پارلمانی روسیه، اعلام شده که احزاب حامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است. حزب روسیه متحد به رهبری دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه و مورد حمایت آقای پوتین با به دست آوردن حدود 50% از آرا فاصله زیاد با احزاب دیگر دارد. در این حال 4 حزب دیگر وفادار به آقای پوتین نیز دستاورد مثبت داشتند. حزب ملی گرای LDPR و حزب کمونیست هر کدام با 14-16% آرا در ردیف دوم و سوم قرار گرفتند. این در حالی است که آقای پوتین در آستانه انتخابات خواهان مشارکت مردم برای ثبات در کشور شده بود. در آخرین شب از بازی‌های هفته 4 رقابت‌های لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید با نتیجه 2-0 اسپانیول را شکست داد. منچستر یونایتد به مسافه واتفورد رفت و با نتیجه 3-1 شکست خورد. تاتنهام 1-0 ساندرلند را شکست داد. ساوثهمپتون با همین نتیجه سوانزی را شکست داد. همچنین کریستال پالماس با نتیجه 4-1 از صد استوک سیتی گذشت. در ادامه رقابت انتر در خانه به مسافه یوونتوس رفت و با نتیجه 2-1 به برتری رسید. در دیگر دیدار ماینتس با نتیجه 3-1 آگزبورگ را شکست داد. بینندگان گرامی، مجموعه خبری فارسی 5 و 30 در همینجا به پایان می رسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوش. خداوند یار و نگهدار.